خب ما توی فاینال کات به صورت مستقیم از تمپلیت های موشن میتونیم استفاده کنیم. ما اینجا همونطور که شما توی اوایل این دوره آموزشی دیدید یک سری تمپلیت داریم که میتونیم توی موشن ازشون استفاده بکنیم. اما نکته جالب اینه که شما توی فاینال کات میتونید مستقیم این تمپلیت ها رو وارد بکنید. به طور مثال من اینجا تمپلیت ببخشید برای باز کردن تمپلیت شما میایید توی منوی سیکونس Add Master Template. اینجا من میام توی قسمت Travel و توی Travel این تمپلیت رو من میپسندم برای کاری که دارم انجام میدم و همونطور که شما توی Final Cut دیدید ما Superimpose, Override و Insert داریم برای کلیپ هامون موقعی که میخوایم اضافه بکنیم، این همون رو اینجا هم داریم. من Insert رو میزنم و همونطور که شما میبینید این کلیپ به تایملاین من اضافه میشه. البته برای دیدنش ما باید رندرش بکنیم و همونطور که شما اینجا میبینید یه سری دراپ باکس داره، یه جاهای خالی داره که شما میتونید تصاویر خودتون رو توی اون جای خالی درگ بکنید و یه تکس بار یا یه جایی برای نوشته هم داره که اینجاست و شما میتونید نوشته هاتون رو اونجا وارد بکنید. به طور مثال اینجا هم ممکنه بخوام این تصویر رو توی دراپ زون 4، این یکی رو توی 1، این یکی رو توی دراپ زون 3 و این یکی رو توی دراپ زون 2 بذارم و اینجا مثلا به جای information بنویسم پاریس، به جای title here بنویسم مثلا spring 2008 و همونطور که الان شما میبینید اگه من فقط یه چند لحظه صبر بکنم آپدیت میشه. شما اون عکسی رو که من با عنوان عکس اول درگ کردم اینجا میبینید و نوشته های من هم آپدیت شده. اینجا ممکنه من به جای این سابتایتل هیر بخوام بنویسم A trip to the heart of Europe. نکته جالب در مورد تمپلیت ها توی فاینال کات اینی که شما میتونید تغییرات هم توشون به وجود بیارید. به طور مثال اینجا ممکنه سایز تکست من بزرگ باشه، من ممکنه بخوام یه خورده کوچیک‌ترش بکنم، همچنین این یکی تکست رو هم من ممکنه بخوام یه مقدار کوچیک‌تر بکنم، مثلا این تکست برای من مناسب‌تر باشه. خب من حالا اگر بخوام میتونم این تمپلیت رو ببینم. شما همونطور که میبینید اینجا یه پاریس کوچولوی اون زیر نوشته و حالا این عکس هایی که من اضافه کردم اینجا روی تصویر دارن حرکت میکنن و میاد به این لحظه میرسه. من اگر اجازه بدید رندر شدهش رو نشون شما بدم چون نمیخوایم زمان این آموزش رو برای رندر بذاریم و نتیجه نهایی میتونه یک همچین چیزی باشه. خب توی قسمت بعدی میبینیم که چطور خودمون میتونیم تمپلیت درست بکنیم.